خب سلام علیکم به همه عزیزانی که کامنت گذاشتن برای اینکه نیت داشتن. بچه ها من این کار رو انجام دادم برای اینکه دیدم خیلی ها به من ایمیل میزنن که یا میان توی تلگرام مینویسن که یه دونه نیت داریم اصلا میخوایم ببینیم چی میشه و اینا. گفتم خب یه امکانی بذارم حالا که بچه هایی که فقط یه دونه تک نیت دارن بتونن هر از گاهی تک نیتشون رو بنویسن، من به اسم خودشون برای 5-6 نفر بگیرم، چون شرمنده هستم وقتی شما خصوصی برای من می‌نویسید. البته که گرفتم برای چند نفر، ولی وقتی خصوصی برای من می‌نویسید که توی تلگرام یا توی ایمیل می‌فرستید که براتون من یه دونه تک نیت رو بگیرم، راستش یه کمی برای من سخت میشه، چون خب من اینجا کار میکنم، درس میخونم، سر چه میدونم بچه، اینا همه چیز هست و کسای دیگه هستن که خیلی مثلا وقت دارن که براشون بخوام بگیرم فالو اینا. و مثلا شما 2-3 روز برای اون تک نیتتون یا 3-4 روز باید صبر کنید. برای همین گفتم که خب امروز این کارو بکنم. خیلی هم من میخواستم ویدیو بذارم، یه ویدئویی باشه که برای چند نفرتون حداقل خیلی با چیز باشه، به درد بخور باشه. ولی بعد از این ویدئویی که خیلی سوال در موردش شده، یعنی ویدئوی کراش فکر میکنم هست و یک فال کلی زندگی، یعنی دوتا ویدئو درست میکنم فردا تا فردا بعد از ظهر اونا رو هم میذارم. بچه هایی که از ایران کامنت میذارید، من میتونم کامنتاتون رو وقتی که توی لیست میرم ببینم، ولی نه توی پستم میتونم اونا رو ببینم و نه میتونم بهتون جواب بدم. عزیزای دلم، بله از ایران هم امکان اینکه فال بگیرید هست، فال خصوصی بگیرید هست. شما اگر که ببینید من تلگرامم رو گذاشتم، جیمیلم هم گذاشتم، یعنی میذارم، شما میتونید به من بنویسید و من بهتون میگم که چطور امکانش هست و چجوری میتونیم انجام بدیم. خب چیز دیگه که میخواستم بگم، بچه ها مرسی که اینقدر برای من کامنت میذارید، یعنی واقعا من عاشقتونم، نمیدونم چی بگم، خیلی گلید، خیلی به من لطف دارید، خیلی مهربونید، واقعا بزرگواری میکنید، این همه توجه میکنید و ممنونم ازتون. خب اول نیت برای خانم هستی جان. هستی عزیزم مرسی که همه پستای منو لایک میکنی و کامنت میذاری، واقعا ازت ممنونم، امروزم اولین نفر بودی برای فیلم کن برگشت نامزدشون بود. خب هستی جان میریم که بگیریم ببینیم بین هستی و برای نامزدش بود یک کراش داشت. خب برای نهستی عزیزم و نامزدشون انشالله که خیر در بیاد، میخوایم ببینیم که قراره که چه اتفاقی بیفته. هستی جان اگه اسم نامزدت هم نوشته بودی خیلی بهتر بود. بچه ها وقتی میگم نیت بذارید، اگه برای خودتون کراشتونه اسم خودتون اسم اون، اگر برای خودتون با نامزد شوهر یا هر چیزی هست اگر اسم دو نفر رو بنویسین، چون نیت شخصی خیلی بهتر در میاد. خب هستی جان امیدوارم چیزی که من میبینم در حال حاضر درست نباشه. من میبینم که نامزدت ناراحته و یه کمی احساس میکنم که بینتون ناراحتی هستش. بین هستی عزیز بله نامزده که من الان نگاه کردم، چون همش فکر میکردم کراش داره. هستی جان نمیدونم، حالا چیزی که من میبینم اینه که یک ناراحتی پیش اومده که دیدارهاتون به تعویق افتاده، ولی ببین چیزی که الان اینجا توی ورقا اومده این که شما به وعده 5 آشتی دارید. اگه 8 روزه 8 هفته است یا 8 ماه است که شما بینتون ناراحتی پیش اومده. خب هستی و نامزدش برگشت اگر دارن، اگر چیزی هست که ما باید بدونیم.
هستی جان، نمیدونم این دعوای خانوادگی بوده یا دعوا بین خودتون بوده، چون بیشتر حالت اینو داره که انگار یه عده‌ای دخالت کردن، یا این انگار که بینتون داوری شده که این اتفاق بینتون افتاده. به هر حال این دودلی هست برای نامزدتون. اگر که شما امیر نام، امیر یا کسی که الف میم یه تو اسم و فامیلش باشه اگر میشناسید، این آدم کسیه که توی سرنوشت شما خیلی دخیله. ببین عزیزم، اگر که مخالفت یا دعواهایی بوده بین خودتون یا با اطرافیانتون، این مسائل حل میشه. یعنی برای شما حل شدن مسائل و مشکلاتی که در حال حاضر دارید افتاده. میدونم که یه مقدار بدبینی یا بددلی شاید به این که مثلا شاید طرف مقابل در حال حاضر با کس دیگه است، اونو الان برات نیت میکنم جدای از این نیته، ولی در کل برای برگشت شما شرط گذاشته شده. شرط برگشتن مثل اینه که از جر و بحث کردن و دعواها بیاید بیرون، مثل اینه که این آدم یه کمی ناراحت و دلخوره از بحث و جدل و اینا. هستی جان خودت، کاش که اینو برای من کامنت کنی که آیا خودت از این رابطه اومدی بیرون، چون من میبینم یه جورایی انگار خودت هم ناراحت بودی زمانی که داشتی میومدی بیرون از این رابطه، همچین با دل خوش نبوده و یه جورایی انگار از طرف مقابلت ناراحتی داشتی. ببین شما یه عدد دو مثل دو سال برات افتاده، یا نامزدی دو سال زمان میبره، یا دو ساله که درگیر این مسائل هستی. میخوام ببینم در نهایت بین هستی و نامزدش چند درصد، یعنی چقدر امکان برگشت هست. عزیزم، متولد تیر، آبان، اردیبهشت، هر کس هست تو زندگیت خیلی برات خوبه و نامزدت برمیگرده. مطمئن باشی دوره تنهایی رو به خواست خدا پشت سر میذاره. بچه این عوده منو کشتم، مثلا عود گذاشتم یه ذره اینجا عرفانی تر بشه وضعاش، دارم خفه میشم یه خورده دیگه، اصلا دیگه لوفت گریگر هم نمیده، یعنی نفس هوا نمیگیرم دیگه. 100% برگشت نامزدت رو خواهی دید، این به خواست خداست. من میدونم چی تو سرت فکر میکنی، چیزی براتون درست شده فکر میکنی که کسی بینتون جدایی انداخته. حتی اگر 1% طرز تفکر تو درست باشه و این اتفاق هم افتاده باشه، به کوری چشم کسی که این کارو کرده، عزیز دلم تو به خواست خدا برگشت داری و نامزدت به سمتت برمیگرده. اصلا نگران نباش و مطمئن باش تاروت وقتی برگشت کسی رو نوید میده، یعنی کائنات این رو برات رقم زدن و خیلی درصدش پایینه که برنگرده. اگر زمان توی سرت هست که بعدم بخوای برام بنویسی زمان بده، بذار همین الان بهت بگم. ببین من خیلی به زمان توی فال اعتقاد ندارم، چون ما دانای مطلق فقط خداست. من الان به تو بگم دو وعده دیگه، ممکنه خدا نخواد بشه 4 وعده. برای همین یه چیز تقریبی رو من میگیرم که آیا تا پایان به چمون از این خرداد توی ایران ها؟ آره خب میخوام ببینم آیا تا پایان نیم سال اول سال 1300 به قول یه بنده خدای عشق عزیز هستی عزیزم بر میگرده تا پایان 6 ماه اول. ببین شما، امیدوارم عدد دو ماه دیگه که همون میشه پایان 6 ماه اول برگشته عشق داری و مطمئن باش عزیزم دلت با برگشت عشق شما کنار هم هستین انشالله تا پایان 6 ماه اول. عدد دو یا توی 2 هفته نمیتونم بهت بگم، ولی 2 ماه تا پایان 6 ماه اول خیلی امکانش بالا برات افتاده که شما دوباره با هم هستید و خوشحالی دارید. هستی عزیزم، امیدوارم راضی بوده باشی. خیلی
خوشحال شدم که کامنت گذاشتی، همیشه جز کسایی هستی که سری کامنت میذاری و لایک میکنی، خیلی خوشحال میشم هر دفعه کامنت های پر انرژی تو میبینم عزیزم. خب نفر دوم کی بودن؟ یه آقا بود فکر میکنم. به ترتیب بخون. یا کسی؟ اسمشون چیه؟ مهناز. خب مهناز عزیزم سلام، ممنونم از کامنتت، مرسی که حمایت میکنی عزیز دلم. به روی چشمم به نیت مهناز عزیز. بازم میگم مهناز جون، اگر اسم کسی رو که مد نظرتونه میذاشتید خیلی بهتر بود، ولی خب به نیت شخص مورد نظرتون و خودتون من نیت میگیرم برای برگشت مهناز و شخص مورد نظرش. خب برای برگشت شخص مورد نظر مهناز عزیز و ایشون، اگر که به امید خدا شخص مورد نظرشون شخص ایشمه دیگه باشه، انشالله برمیگردن به امید خدا. شخص مورد نظر مهناز عزیز مهناز عزیزم، ببینید من میبینم که یه ناراحتی پیش اومده که این تصمیم گرفته شده از سمت ایشون، حالا ممکنه یا از سمت ایشون بوده یا از سمت مقام مادر یا کسی که خیلی براش مهم بوده حرفش، برای اینکه یک تصمیم خیلی خیلی مشخص گرفته شده. ببینید اگر بدبینی ها توی این رابطه بوده، اگر تهمت توی این رابطه بوده و یا اگر شکست عاطفی به ناحق خوردید، یعنی کسی در حق شما اینجوری کرده که رابطه عاطفیتون رو به هم بزنه، باید بگم که تا حدودی موفق شده، یعنی موفق شده شخص مورد نظرتون رو ازتون دور کنه. یک کمی میبینم که ایشون احساس یا شما یا ایشون، یکی از شما دوتا احساس خیانت دارید، احساس کنار گذاشته شدن دارید و احساس میکنی که در حقت اجحاف شده عزیز دلم. خب حالا میخوام ببینم که آیا، ببین این عشق واقعا یک عشق خدایی بوده، به تبریک میگم، این عشقی بوده که اصلا خواست خدا بوده این اتفاق بیفته. خب بین مهناز و شخص مورد نظرش در آینده نزدیک یا دور چه اتفاقی قراره بیفته؟ خب مهناز جان، تاروت داره بهت توصیه میکنه، تاروت داره بهت توصیه میکنه. ببین من کارتا رو همه رو درست گذاشته بودم، یعنی همه رو هیچ کدوم وارو نبود. ببین تاروت داره بهت توصیه میکنه، میگه صدقه بده، نذر بده، دعا کن و سعی کن که حرف کسی رو باور نکنی. اگه کسی از طرفت برات خبر میاره یا اینکه سعی داره ذهنت رو خراب کنه یا حتی سعی کسی داره ذهن اون رو خراب کنه، سعی کنید باور نکنید. رابطه‌ای که خراب شده برگشت داره، ولی یه مقدار باید صبر روش داشته باشی. یعنی بچه من اینو میذارم اینور چون دیگه دیوونم کرد. صبر روش داشته باشی و به خودت یه کمی زمان بدی. در نهایت 100% بینشون برگشت هست مهناز عزیز و طرف مقابلشون. مهناز جان صبر برات میفته، موقعیتت عوض میشه، از ناراحتی در میای، از تنهایی در میای. اگر احساس خیانت داری، احساس میکنی که بهت خیانت شده، میخوام ببینم آیا به مهناز خیانت شده، کسی که مد نظرت هست با کس دیگه هست، رقیب عاطفی داره مهناز. به
ببین یک دیدارهایی بوده، مثل اینکه یک چیز خانوادگی هم بوده، شاید میتونم بگم که خواستگاری خانوادگی بوده یا پیشنهادی کسی از توی خانواده بهش داده بوده، یا حتی میتونم بگم که امیدوارم ایشون متأهل نباشن، یا حتی میتونم بگم که از سمت یک خانوم پیشنهادی به ایشون داده شده و در واقع یه جورایی ایشون الان در حال حاضر پیشنهادهای دیگه هم دارم. متاسفم ولی یه کمی باید صبر داشته باشی، ولی به امید خدا احتمال برگشت عشق رو داری. خب من از ورقا سوال کنم، اینم مهناز عزیزمون دل شاد میشه و برگشت عاطفی داره انشالله. مهناز جان، من اول یه چیزی بهت بگم، شما آدم دیگه وارد زندگیت میشه که ممکنه خودت اصلا از فکر این کیس عاطفیت بیای بیرون. شما کس دیگه با علاقه و عشق وارد زندگیت میشه. امیدوارم هر کسی که هست اونقدر خوب باشه که بتونی زخمتو التیام بدی، ولی آدم خودت، یعنی کسی که براش این نیتو کردی، هم به سمتت برگشت داره، روش صبر افتاده و اینکه یه کمی با دقت تصمیم بگیر. ببین این آدم همون آدمی هست که اصلا میخوای و ارزشش رو داره که براش اینقدر ناراحت هستی، و آیا ممکنه دوباره تو رو مثلا ترک کنه حالا به هر دلیلی؟ خیلی سریع تصمیم نگیر عزیز دلم. امیدوارم راضی بوده باشی از نیتت. ممنون که کامنت گذاشتی، ممنون که لایک میکنی، ممنون که سابسکرایب کردی. خب بعدی که هست؟ سارا، روزتون بخیر، مرسی که این امکان رو قرار دادید. نیتشون رو میشه لطفا برای نیت من در مورد شخص مورد نظر رو این که میزان علاقه به تصمیمش چی هست فایده میده؟ بله سارا خانم، سلام عزیزم، مرسی از کامنتی که گذاشتی عزیز دلم، مرسی از حمایتت به روی چشمم. الان وسط نیت میکنم به نیت سارا عزیز، به نیت قلب شخص مورد نظرشون. سارا جان اگه اسم مینوشتی هم خیلی بهتر بود، ولی خب نیت میکنیم به نیت کسی که سارا دوست داره و میخواد بدونه که احساس طرف بهش چی هست، تصمیمش چی هست، چه چیزی پیش رو داره. بچه ها یه چیز دیگه هم، البته میدونم که خب جالب نیست که بگم، ولی یه چیز دیگه هم که بگم اینه که بعضی وقتا سعی کنید خیلی روی یه نفر ذهنتون رو قفل نکنید وقتی باهاش مشکل دارید، چون همین که روی یه نفر زوم میکنید خیلی انرژی منفی از خودتون به اون آدم میفرستید و دفعش میکنید از خودتون. خب ببینید، هم شما هم ایشون، هر دوتاتون آدمای دیگه توی زندگیتون هست یا پیشنهادات دیگه‌ای دارید. حتی میتونم بگم کسایی هستن اکستون، میشه چی؟ کسایی که قبلا باتون بودن، کسایی هستن که کراش دارن روتون، یعنی آدمایی وجود دارن که رو شما دوتا کراش دارن. اینکه تو رو چقدر دوست داره، خب در واقع تو زنی هستی که من یه لحظه فکر کردم دارم میفته، زنی هستی که زن مورد علاقه‌شی، از نظر ظاهری مورد پسندش هستی، از شخصیتت خوشش میاد، احساس میکنه آدم محکمی هستی، و اینکه دوست داره که یه جورایی توی رابطه باهات بمونه، حتی الان اگر جدا هستید از هم. خب برای ساره عزیزم به نیت رابطه، علاقه و تصمیم شخص مورد نظر سارا با سارا. ببین اگر که خیلی دودلی و اگر الان سارا جان ناراحتی و فکر میکنی که ممکنه این رابطه تموم بشه، دروغ باشه یا بدبینی به این که این آدم، این مرد که شاید متولد مثلا خرداد ماه یا بهمن ماه یا تیر ماه باشه، این آدم یکی از این ستا ممکنه باشه، شاید به این فکر میکنی که شاید این آدم دروغ میگه از نظر عاطفی بهت. ببین اگه خیلی داره برات داستان سرایی میکنه و از عشق میگه، این هنوز به اون مرحله‌ای که بگم شما یک عشق رو 100% الان داری تجربه میکنی نیست،
ولی ایشون دوست داره این رابطه رو و دوست داره که با شما در ارتباط باشه. امیدوارم که تو جدایی و قهر و ناراحتی نباشی، چون تاروت داره یه چیزایی رو نشون میده مثل قهر و ناراحتی و جدایی. مواظب باش که اگر الان توی جدایی و ناراحتی هستی نیستی این اتفاق برات نیفته، ولی اگر تو جدایی و ناراحتی هستی آشتی و برگشت داری ازش و خوشحالی داری. اگر که میخوای بدونی قصدش آیا ازدواج، بعدش نمیاد، قصدش 100% نیست ولی بعدش نمیاد و از یه جدایی اومده این آدم بیرون، از یه رابطه اومده بیرون، نمیدونم حالا طلاق یکیتون گرفتید یا هیچ کدوم نگرفتید، ولی از رابطه یکی اومده بیرون که خیلی براش اون رابطه محکم بوده و دوست داشته که سرانجام داشته باشه، یعنی آدم دلشکسته‌ای هستید یکی از شما دوتا و من بیشتر اونو میبینم که هست. برای همین میگه یک کمی زمان بده و سعی کن که یک کمی بدبین نباشه. میزان علاقه شخص مورد نظر سارای عزیز به سارا، سارا جان ببین عزیزم، سعی کن با احتیاط، یعنی اگه میگه عاشقتم خودت پیش خودت بگو خب پس دوستم داره و از من خوشش میاد، چون بعضی وقتا مردا آقایون، البته توی نمی کنم، این یه واقعیت شناخته شده علمی هستش که آقایون تب تند میگیرن و سریع شروع میکنن ابراز علاقه بیشتر از اون حدی که شاید واقعا وجود داشته باشه و به این فکر میکنن که ما خانم‌ها یه کمی سنسیبل هستیم، یه کمی همینجور زود باور میکنیم، دل میبندیم و اون وقت رفتاراشون به میزان صحبتشون نمیخوره و ما رو ناراحت میکنن. خب میخوام ببینم بینشون چی پیش میاد، بین سارا و کسی که دوستش داره و باهاش هست بینشون چی ممکنه پیش بیاد از نظر من. سارا جان مواظب یه درگیری لفظی بین خودتون باش. به عدد 6 شما دیدار دارید، خوشحالی کنار هم دارید. عزیزم هم تاروت هم ورق داره بهت هشدار میده، میگه مواظب یک بحث و جدل باش، سعی کن باهاش بحث نکنی. اگر الان رابطتون خوبه بذار همینجوری خوب بمونه، اگر شک و تردید بهش داری سعی کن به زبون نیاری ولی مراقب باشی. عزیز دلم مرسی کامنت گذاشتی و ممنونم ازت که توجه کردی، امیدوارم راضی باشی. نفر بعدی دادگاهی فایده ایرون سپاس. اسمشون چیه؟ شاهدخت. مطمئنی؟ تو فارسی؟ شاهدخت. شاهدخت عزیزم من نمیدونم موضوع دادگاهی چی هست، ولی به نیت مسئله دادگاهی شاهدخت عزیز، عزیزم ممنونم که کامنت گذاشتی به روی چشمم، الان برات نیتت رو میگیرم. به نیت دادگاهی شاهدخت عزیز ببینیم که چی میشه. خب ببینم مسئله مالی اگر هست، این پولیه که به دستت میرسه، نگران نباش شاهدخت عزیز. مشکل دادگاهی که داره چی هست و چی میشه بینش براش. ببین اگر در حال که اگر کسی از پولی رو دزدیده و این شخص توی خانوادت هست، یعنی کسی که تو خانوادته یا ارثی ازت برده، ببین این یه پولی فکر میکنم پول باشه که حق شما هست و بهت برگشت میشه. اگر که ارثه، اگر مسئله ارثیه داری و این ارثیه که ازت خورده شده بهت داده نمیشه، یا مهریته، حکمی که برات افتاده اینه که تو یکمی زمان میبره ولی حتما به پولت خواهی رسید. وعده 2 یا برای بار دوم دادگاهی برات خوب افتاده، از یه ناراحتی و سقوط میای بیرون. اگه شخص این پول رو ازت دزدیده یا ازت قایم کرده یا زیرش میزنه، این شخص رسوا میشه و دستش پیش تو رو میشه. خب بخوام ببینم در نهایت شاهدخت عزیزم به پولش یا به این مسئله دادگاهی که داره
میرسه و براش حل میشه، یعنی خوب به مثبت برای شاهزخت عزیز حل میشه مسئله دادگاهیش. ببین عزیزم، اگر که بازم میگم اگر این مسئله بین شما یا بین شما و کسی که باهاش رابطه داشتید، اگر همسرتون بوده و طلاق و یه زندگی خانوادگیه که داره به هم میریزه و شما میخواد بدونی نتیجهش چی میشه، نتیجهش به نفع شماست. حالا من نفع شما رو فکر میکنم اینه که پولی رو بگیرید یا خوشحالی رو که ازتون گرفته شده برگردونید، که میتونی این کار رو بکنی، یعنی برات خیلی خوب افتاده. اگر مسئله مالی هستش و شما پولی رو باید بگیری، حالا از همسرتون یا از کسی که پول رو ازتون برده، روی اون باید یه کمی دقت داشته باشین، چشمتون رو باز کنین و اجازه بدین که زمان دست این آدم رو رو کنه، برای اینکه برای شما رسیدن به یک پول هم افتاده. اگر این به این نیتتون مربوط میشه و دادگاهیتون به خاطر بریدن حکم یک پول یا یک ملک یا هر چیزی که ارزش تومانی داشته باشه هستش، شما حتما مسئلتون حل میشه. میخوام ببینم انشالله با امید خدا شاهدخت بودن؟ شاهدخت عزیز خوشحالی برای حکم دادگاه داره؟ بله عزیزم، خوشحالی داری؟ امیدوارم که این خوشحالی واقعا برات اتفاق بیفته و امیدوارم که برای تاروت الان هرچی که میگن و هرچی به من نشون دادن، کائنات برات دقیقا همینجوری رقم زده باشه. عزیزم مرسی که کامنت گذاشتی. مرسی که وقت گذاشتی و مرسی که لایک کردی. حتما اگر که کار دادگاهیت به مسئله مالی مربوط میشه، سعی کن خیلی خودت شخصی دنبالش رو نگیری، چون انگار که خیلی هم پریوات داری، یعنی شخصی داری دنبالش رو میگیری، برات زیاد جالب نیفتاده و خیلی بهتره که شما بذاری که قانون کار خودش رو انجام بده. خب دوست بعدیمون که میدن؟ سه تا نیاد گذاشته. نه یه دونه. آها، اون که برای چیز بود فکر میکنم، برای یه دونه‌شو بهش گفتم فقط یکی رو میگیرم. چی بوده نیتشون؟ احساسی و حرف شرایط عاطفی، دو جا به جایی، سه قبولی در آزمون. قبولی در آزمون؟ ببینم، من اینو اصلا ندیده بودم این کامنت رو، فکر میکنم شما دیدی اینو. خب خانوم گلبان عزیز، اسمتون رو ننوشتید برای من، اسم شما رو من نمیدونم. اگر گلبان هستید، من فقط از این نیت ها میتونم یه دونه رو براتون بگیرم و یا اینکه یک فال چند برقه کلی براتون میگیرم که همه اینا توش در بیاد. اینجوری فهم میکنم راضی ترم هستید. خب به نیت گلبان عزیز، اتفاقات مالی، کاری و تحصیلی که قرار براش اتفاق بیفته، من همونطور که گفتم فقط میتونم یه نیت رو بگیرم، برای همین یه نیت کلی گلبان جان برات میگیرم. مسئله تحصیلی گلبان عزیز و عاطفی. خب ببین شما یک امضای یک مدرک برات خیلی مهمه که این اتفاق بین 2 تا 3 ماه دیگه ممکنه بیفته. اگر تحصیلی یک آزمون هست که نتیجهش 2-3 ماه آینده میاد، یا اینجوری هستش که 2-3 ماه دیگه نتیجه یک مسئله ای رو باید بگیری، باید بگم که روش باید صبر داشته باشی، تلاش کنی برای اینکه متاسفانه خیلی 100% بهت جواب مثبت نداده. مسئله عاطفی و عشقت، اگر قهر هستی، یعنی الان اگر تو جدایی یا درگیری یا دودلی هستی یا اینکه شک و تردید داری، به زودی یک خبر خیلی خیلی مهم، یعنی یک
چیز خیلی مهم تو مسئله عاطفی رخ میده و متوجه میشی که اون چیزی که فکر میکردی نبوده. یعنی اگه فکر میکنی رقیب داری، رقیب نداری، یا اگر فکر میکنی طرف مقابلت آدمی هستش که درو بوده، حدثت اشتباس. مالی بود، درسی و مهاجرت. آها، پس اون چیزی که اونجا هستش برای مهاجرت پس میتونه باشه که من گفتم باید سند یا مدرکی باشه. عزیزم یه کمی برای مسئله مهاجرتت با احتیاط برخورد کن، روش یه مقدار امروز و فردا افتاده، امیدوارم که برات حل بشه، ولی پولی رو برات هم میبینم که به دستت میرسه و مسئله مالی حل میشه. خب شما اگر نمیدونم، ولی احساس میکنم که شما برای مسئله تحصیلی شاید میخوای از کشور خارج بشی، روی این مسئله برات خوشحالی افتاده، روی رفتنت، روی مسئله خروجت و روی مسئله تحصیلیت هر دو عالی افتاده. ببین اگر که زمانی اگر که با کسی میخوای بیای بیرون از ایران، یا اگر که کسی رو اینجا میشناسی که به خاطرش میخوای بیای از ایران بیرون، یه کمی روی این آدم فکر کن، چون کیس دیگه‌ای هم برای شما هست که روتون کراش داره و من میبینم که ممکنه گرایش به ایشون پیدا کنی. برای همین به کسی قول نده که خدایی نکرده شرمنده عاطفی کسی نشی، چون خب به هر حال کارمای عاطفی خیلی سنگین. عزیز دلم مرسی که گوش دادی، امیدوارم هر جای این دنیا مهاجرت داری میکنی به هر دلیلی معید و موفق باشی که مهاجرت برات عالی افتاده بود. نفر بعدی؟ این دو تا نیاز دارم اوکی. لطفاً ببینید بیت کوین. نه، فقط بیت کوینشو میگیرم براش، میخوام ببینم که شتگ اوت، میخواد ببینه که بیت کوین نه دیس میکنه آستان اورا والا میبره. آره خب میخوام ببینم که بیت کوین، من نمیدونم، خیلی ها دارن این کار رو انجام میدن، امیدوارم که عاقبت خوبی داشته باشه و امیدوارم که سود کنی. میخوام ببینم بالا میره و سودی توش هست. اسم گلشون چی هست؟ محبوبه جان، شما سودی رو میکنی بدون اینکه ضرر بکنی، ولی اگه این پولی رو که سرمایه گذاری کردی، قرض یا از کسی گرفتی، برای این پولی که گذاشتی صدقه بده حتما، چون من میبینم روی این پول یه ذره ناراحتی و نگرانی افتاده. اگه حاصل دسترنج خودت چه میدونم پس اندازت بوده، خب هیچی، ولی اگر از کسی قرض گرفتی، کسی بهت بخشیده یا پول کسی هستش، روش صدقه بده، چون ناراحتی روش افتاده. محبوبه نه؟ محبوبه عزیز، آیا بتکن براش خیر هست؟ ببین عزیزم، پولی بهت خواهد رسید، هرچند که تو بهش بدبینی، پولی بهت خواهد رسید و یه کمی زمان میبره، یه کمی روش زمان بذار، سعی کن افکار منفی از خودت دور کنی. باز برات صدقه دادن روی این پول افتاده. ببین شاخه این پول از پولی که گذاشتی یا چیزی که سرمایه گذاری کردی از کی بوده، یا اگه از خودته که خب از خودته و مطمئنی، ولی اگر کسی بهت داده، ارث بوده، قرض بوده یا هر چیزی بوده، حتما برای این پول صدقه بده. خب میخوام اینا محبوبه عزیزم خوشحالی در مورد این سرمایه گذاری که ما بیت کوین کردن داره، خوشحالی داره، خوشحال میشه. با احتیاط پیش برو، سعی کن که مطمئن شی، چون یه مسئله ای افتاده روی این پولت که انگار که خیلی اونجوری که دوست داری و چشم داری بهش سود روش نمیاد، ولی پولی دستت رو میگیره اونقدر، نه اینکه انتظار داری و خوشحالت میکنه، ولی پولی دستت رو میگیره. فراموش نکن برای اینکه صدقه بدی و مطمئن شی که پولی که سرمایه گذاری کردی از کجا و به چه صورت بوده. عزیزم مرسی که کامنت گذاشتی. نفر بعدی؟ نفر بعدی
شیران؟ شیران میشه ببینم؟ شیران نداریم اسم ایرانی. شیران پس اسم برای برگشت اینو نمیتونم اینجوری بگیرم. شیرا اس اس من نمیدونم این شیرا اسمتون هست یا نه. من نیت میکنم، نیت برگشت دارید؟ نیت برگشت دارید؟ چشم به روی چشم برای شیرای عزیز، نیت برگشت. آیا کیس عاطفیشون برگشت داره؟ بچه ها اسماتون رو بنویسین، اسمای واقعی خودتون رو بنویسید، خیلی بهتره. عزیز دلم، شما اگر آقا هستی 100% این خانم دوستت داره و به سمتت بر میگرده. اگر خانم هستی این آقا منتظر برگشت شماست و دوست داره دوباره رابطتون برگرده. ورقا دارن میگن 100% برگشت. حالا ما ببینیم تاروت بهمون چی میگه. تاروت عزیز، شیرا عزیزم برگشت عاطفی با کیس مورد نظرش داره، انشالله آیا به سمتش برمیگرده. عزیزم اگر شما باز خانوم هستی و منتظر برگشت این آقا هستی، ایشون برمیگرده به سمت شما، مطمئن باش. شما حتی ممکنه به خواست خدا بینتون امضای سندی رخ بده. اگه در حال حاضر مسئله کاری، سندی یا مالی رو یکی از شما داره پشت سر میذاره، به خیر و خوشی تموم میشه. و شما کسی که کامنت گذاشتین از هر جنسیتی که دارید به خواست قلبیتون میرسید. برگشتتون از طرف کارتای تاروت هم دقیقا مثل کارتای ورق تضمین شده است. خوشحالی و برگشت دارین. شما جفت آدم هم دیگه هستید، جفت هم دیگه هستید. خیلی برات خوشحالم، امیدوارم که این اتفاق خیلی زود برات بیفته. و اگر که ایشون یک کسی هستن که قبلا متأهل بوده، یا شما اگر کسی هستین که قبلا متأهل بودید، ممکنه که یه مقدار این مسئله یکیتون رو دودل کرده باشه. اگرم که متأهل نیستین، پس احتمالاً یکی به اون یکی شک داره که رقیبی در کار باشه که اونم وجود نداره و شما دوباره برگشت دارید. اگر هم کسی وارد زندگی که از شما دوتا شده باشه، کسی که محو میشه، یعنی میره و شما دوباره به همدیگه برگشت دارید. مرسی عزیزم که کامنت گذاشتید و امیدوارم که راضی باشید. نفر بعد. طرف احساس این که فاصله گرفته برمیگرده کندو میتونیم ندا نارو. خب عزیزم، ندای عزیز سلام، مرسی که کامنت گذاشتی دختر خوب، انشالله که خیر باشه. راست الان واسط میگیرم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ندای عزیزم، ندا نامجو، میخوام ببینم انشالله به امید خدا ندای عزیز طرف احساسشون به سمتشون برگشت داره و علاقه و عشق دوباره به رابطه برمیگرده. خب ندا جان، شما یه سری مسائل توی رابطت هست که من اینجا خب جالب نیست گفتنشون. ببینید الان شما توی جدایی، هم جدایی فیزیکی هستین، هم قهر عاطفی هستین، هم قهر فیزیکی با هم. ندا میخوام ببینم که بر میگرده دوست پسره عشق ندای عزیز بهش بر میگرده و رابطهشون دوباره با هم دیگه خوب میشه. بچه من تکنیت رو سعی میکنم با توضیح بذارم، آره و نه نباشه که شماها یه کمی براتون جالب تر باشه. ندا جان
شما از سمت این آقا، اگر خودتون خب ندا اسم خانم هستش، از سمت این آقا خوشحالی داری، یه چیزی که رفته بر میگرده ولی پایدار نیست عزیزم. ممکنه برگشت کوتاه مدتی باشه، شاید قبلا هم این اتفاق افتاده. ناراحتی شما پایان میپذیره، به خوشحالی عاطفی خواهی رسید ولی خیلی زماندار نیست، چون خودت میدونی خب یه کمی رابطت پای اساسش کمی مثل این که اشتباس، یا حالا من نمیگم اشتباس، شاید مسائلی توی رابطت هست که باعث میشه که این رابطه خیلی پایدار نباشه. ندای عزیز خوشحالی 100% برای برگشت عاطفی عشقش داره. ایشون یا شما یکیتون مصرانه لج کرده و اون یکی منتظر رفت برگشت اون کسیه که لج کرده و رفته. ببینید این برای شما بیشتر میگم، برای شما چون شما نیت کننده هستی، مثل یک شکست عشقی و عاطفی افتاده. سعی کن یک کمی حال خودتو خوب کنی، انرژی مثبت به خودت بدی، مدیتیشن کنی و انتظار زیادی از اینکه ایشون برگردن و برای همیشه بمونن هم نداشته باشی. البته که همه چیز رو خدا بهتر میدونه و البته هر چیز امکان پذیره. در این مقطع زمانی عزیزم چیزی که برات میبینم، برگشت هست ولی برگشتی که شاید خیلی دوام نداشته باشه. بین ندای عزیز و عشقشون به زودی اتفاق چی میفته و چی میشه؟ ندا جان شما یه برگشت داری با هم، این اتفاق ممکنه توی یک ماه تا یک هفته دیگه بیفته که دیدار بینتون باشه. خیلی مواظب باش و چشماتو باز کن، مواظب باش که دوباره دلت نشکنه. میخوام ببینم آیا ندا رقیبی داره. عزیزم فعلا رقیب برات نیفتاده، اگر هم کسی به جز شما تو زندگی این آدم باشه، کسی که مشهود نیست، یعنی کسی که از نظر احساسی ایشون بهش قلبن احساسی نداره. عزیزم مرسی که کامنت گذاشتی، امیدوارم که خدای بزرگ عشق رو به قلبت برگردونه، کسی رو که دوست داری کنارت برگردونه و دلت رو شاد کنه عزیزم. بالاخره ازدواج داره و رابطه‌شون عزیز دلم ساره عزیزم مرسی از کامنتی که گذاشتی. من فقط میتونم نیت اولتو بگیرم که آیا با هم ازدواج دارن یا نه، چون نیت دوم یک فال کامله و برای اون میتونید خصوصی، من جیمیل هست و تلگرامم هست، میتونم در خدمتتون هستم براتون فال کامل بگیرم. نیتتون برای ازدواج زهره عزیز با کیس عاطفیشون آیا ازدواج دارن؟ من فکر میکنم که دارن، بدون اینکه کارت بکشم. زهره عزیز با کیس عاطفیشون ازدواج دارن. چه خبره اینجا؟ ببین عزیزم، اگر که الان یه کمی از نظر عاطفی مثلا یه کمی دودل هستن و فکر میکنن که ممکنه این عشق، این مسئله عاطفی خیلی جدی نباشه، خیلی جالبه که براشون خواستگاری یا حتی در حد سند زدن توی ورقا اومده. حالا میخوام ببینیم که آیا زهره عزیز با کیس عاطفیشون از نظر تاروت ها ازدواج، تشکیل خانواده هست. جالبه که اول زهره عزیز خیلی دوست دارن که این خواستگاری انجام بشه، یا خواستگار بوده، ایشون خواستگار بودن و خراب شده، تموم شده، پای عقد خراب شده یا به عقد نرسیده و بینشون خراب شده. باید بگم که زهره عزیز به زودی خبری از کیس عاطفیشون دریافت میکنن و ممکنه این خبر همون خواستگاری باشه. جواب قطعی ازدواج رو الان براشون نمیبینم. ممکنه خب شاید الان توی ناراحتی درگیری هستن، یا ذهنشون خیلی درگیره اینه که ایشون خواستگاریشون بیاد، ازدواجشون بخواد باهاشون ازدواج کنه، ولی دادن پیشنهاد رو براشون میبینم. اگر زهره عزیز
در حال حاضر توی پروسه جدایی از این آدم به سر میبرن، بینشون آشتی هست و مخالفت هم دیده میشه براشون. میخوام ببینم در نهایت ممکنه با هم ازدواج کنن. برای ازدواج بین این دوتا آدم مخالف زیاده، حتی ممکنه مخالف از طرف خانواده پسر باشه، ولی خیلی جالبه که یه جورایی براشون افتاده که اینا عهدشون بسته شده است. امیدوارم همین جوری باشه، امیدوارم که به هم برسن. بچه ها اول ویدیو گفتم آخرش هم میگم، به شما خب همتون دوستدار فال هستین، همتون میدونید که فال یه چیزیه که به انرژی خیلی بستگی داره. امیدوارم که از یکی که نیتاتون راضی بوده باشید، ولی خب من فکر کردم که خودتون بدونید وقتی نیت عاطفی برای کسی میخواید بگیرید باید اسم طرف رو بنویسید، اسم خودتون رو بنویسید، چون اکثرتون با پروفایلایی هستین که اسمای خودتون نیست و من نمیتونم بگم کامنت فلانی که نیتش فلان چیزه. برای همین ازتون ممنون میشم که حالا این بار که هیچی، بار دیگه اگر من باز ویدیو گذاشتم و خواستم نیت بگیرم، اولا که فقط یه نیت واضح رو بنویسید، دوباره که اسم خودتون و اسم طرف مقابلتون اگه نیتتون عاطفی هست رو بنویسید، اگه نیتتون دادگاهیه بگید طلاق یا مالیه و و و و انشالله به امید خدا همه دلاشاد بشه، همه عشاق به هم برسن، همه مسائل خانوادگی گره خورده گره از کارش باز بشه. امیدوارم که هر کس قرض و بدهی داره دلش شکسته، خداوند حامی دلش باشه و پشت و پناهش باشه. ممنونم از همگی. نیت دیگه نبود؟ چرا نه، چند تا دیگه برای اون بعد یه ویدئوی دیگه درست کنم. خب بچه ها من ویدیو اول رو